بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و صحبه. خداوند بزرگ رو سپاسگزارم که آخرین روز مسئولیت رو هم توانستیم آغاز کنیم و انشاءالله به پایان خواهیم رساند. خب فراز و نشیب این ایام 8 ساله فراوان بود. معاون اول محترم، وزرای محترم در بیاناتشون بخش‌های مهم این فراز و نشیب رو بیان کردن. اون روز که انتخابات دولت 11 انجام گرفت و در روزهای آغازین شروع به کار بودیم، امید در سراسر ایران موج می‌زد و تدبیر دولت در سایه اون امید بود. تدبیر در سایه امید بسیار آسان‌تر است از تدبیر در سایه فشار، جنگ و سختی‌ها. اون روز روز امید مردم بود. آثار اون امید رو در انتظارات مردم به خوبی مشاهده می کردیم و آثار اون انتظارات رو هم در بازار ایران و هم در افکار عمومی جهان ما مشاهده می کردیم. و خب در اون امید بود که کار عظیم و بزرگی به ثمر نشست. حالا من یک مثال میزنم غیر از بحث مذاکرات هسته‌ای، برای اینکه ببینید افکار عمومی جهان در اون لحظات به ایران و مسئولین چگونه نگاه میکرد. من در اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سال 92 که شرکت کردم، در سخنرانیم به همه رهبران اعلام کردم که منطقه ما با یک فاجعه بزرگ و با یک خشونت و تروریسم عظیمی مواجه خواهد بود و پیشنهاد دادم قطعنامه‌ای رو تحت عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری ویو. این قطعنامه پیشنهادی ایران به اتفاق آراء اعضا، حالا به اتفاق که من میگم که 2-3 نفر مخالفت کردن ولی وقتی دیدن اثر نداره، در موقع رأی گیری رئیس بدون اینکه کسی مخالفت بکنه رأی گرفت که به معنی اتفاق آرائه. این نظر دنیا نسبت به ایران دیگه. حالا اینجا که دیگه بحث این جناح و اون جناح و چپ و راست و غرب و شرق و اینا که نیست، مجمع عمومی سازمان ملل، همه کشورها و نمایندگان کشورها حضور دارند. قطعنامه رئیس جمهور ایران به اتفاق آرا به تصویب میرسه و یک بار دیگر هم در سالهای بعد در مجمع عمومی 2 مرتبه مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت. ویو به عنوان پیشبینی ایران نسبت به منطقه، ویو به معنای
نگاه امیدوارانه جهان به دولت یازدهم نسبت به منطقه. خب این شرایط جهانی بود. در شرایط ایران هم ما همین امیدواری رو مشاهده می کردیم. ما که کاری نکرده بودیم، روز اول که آمدیم ارز شروع کرد قیمت نزولی خودش رو پیمودن، به جایی رسید که رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواهش می کرد که قیمت ارز گرونتره، با قیمت گرونتر بخرید، اصرار داشت و حریف نمی شد، نمی تونست قیمت ارز رو ببره بالا. این امیدواری در داخل ایران بود. وقتی من گفتم در 100 روز اول ما تلاش میکنیم قدم‌های مهمی رو برای کشور برداریم، حالا بعضیا خودشون زدن به اینکه معنی این 100 روز رو نمیدونن، بعضیام دچار حیرت شدم، گفتم خب در 100 روز که کاری نمیشه کرد، حالا فرض کنید شما یه برنامه بخواید در 100 روز به ثمر برسونید. بسیاری از مسائل در 100 روز اول ما تونستیم به ثمر برسانیم. اولین تصمیم ما در دولت احیاء دریاچه ارومیه بود که به مردم آذربایجان شرقی و غربی من در دوران تبلیغات انتخاباتی قول داده بودم. 19 تصمیم در همون جلسه اول دولت برای احیاء دریاچه ارومیه ما اتخاذ کردیم. بلا فاصله برای موانع تولید ما تصمیم گیری کردیم در دولت و بعد لایحه‌اش رو با 2 فوریت به مجلس تقدیم کردیم. شما اگر همین تاریخچه دولت رو نگاه کنید می‌بینید دغدغه دولت برای سلامت مردم، برای محیط زیست مردم، برای مردم غرب کشور، برای آذربایجان عزیز و تصمیم دولت برای حرکت در مسیر اقتصاد و برداشتن موانع تولید شما، مصوبات دولت، اقدامات دولت، لوایح دولت. و در داخل همون 100 روز اولین موفقیت بزرگ در تعامل سازنده با جهان رو ما شاهد بودیم و نتیجه اون رو مشاهده کردیم قبل از اینکه 100 روز تمام بشه. دیروز در افتتاح پنجشنبه ها یا پنجشنبه افتتاح ها که البته این ایام اخیر بعضی روزا رو هم ما اضافه کرده بودیم، 88مین افتتاح ما بود دیروز و آخرین، یعنی آخرین باری بود که این کلمه زیبای علی برکت الله رو من ادا کردم، کلمه ای که رسول خدا در معراج وقتی خواست از اون نهر عظیم که اسمش نهر نور بود عبور کنه، دید نمیتونه عبور کنه این نهر به این بزرگی. جبرئیل به پیغمبر گفت فعبر علی برکت الله، با برکت خدا عبور کن، و پیغمبر عبور کرد با کلمه برکت الله. و در هر جنگ پیچیده و سختی از جمله خندق، پیغمبر به امیرالمومنین میگفت سر علی برکت الله، و امیرالمومنین با کلمه برکت خدا پیروز میشد. خب اون آخرین جملات علی برکت الله مال یک ساختمان همایش‌های بین المللی در اصفهان بود که شهردار اصفهان گفت این ساختمان بر مبنای تعامل سازنده است ساخته شده، که کشورهای جهان
مسئولین جهان بیان ایران جمع شند در این همایش بین المللی. و من حالا این جمله رو میخواستم پایان صحبت بگم، آغاز صحبت میگم. اون چه من نسبت به ایران و راه حل مشکل و نجات کشور سال 92 فکر میکردم، همون رو فکر میکنم بی کم و کاست. راه نجات کشور اعتدال هست و تعامل سازنده. امروز بعد از 8 سال تجربه باز هم من تکرار میکنم، اعتدال در داخل و خارج، تعامل سازنده در داخل و خارج. با افراطی‌گری ما به جایی نمیرسیم. با چنگ انداختن رو صورت همدیگر ما به نتیجه نمیرسیم. با تخریب همدیگر، با حتاکی نسبت به یکدیگر نمیتونیم کشور رو به پیشرفت برسانیم. باید رها کنیم، باید به این نتیجه برسیم که دوران تندروی و افراطی‌گری به پایان رسیده. حالا بعضیا فکر میکنن تازه به آغاز رسیده، اشتباه میکنن. راه اعتداله. در طول این 8 سال جناح‌های مختلف اختلاف سلیقه داشتند، اما هر دو جناح به آینده امیدوار بودند. شرایط امیدواری در این 8 سال در فراز و نشیب کار دولت 11 و 12 تقلیل پیدا نکرد. من به ملت ایران عرض می کنم کشور باید توسعه پیدا کنه، کشور باید به اوج برسه، کشور باید کشور الگو برای منطقه و جهان باشه. یکی از راه‌های اصلیش تعامل سازنده با همسایگان، با دوستان، با جهان. چجور ما تونستیم 7 قطعنامه خطرناک رو از روی سر ملت ایران برداریم؟ این کار آسانی نبود. این کاری که وزیر خارجه همه فعالان در مذاکره پیمودند راه ساده‌ای نبود. من میدونم چقدر دشوار بود. من میدونم روزهایی بود که تقریبا همه دوستان ما دیگه مایوس بودن، میگفتن دیگه نمیشه کاری کرد. من البته از اول معتقد بودم ما به ثمر میرسیم، تا پایانم معتقد بودم تو همه فراز و نشیب، و موفق شدیم. ما قطعنامه رو برداشتیم دیگه، رو این که تردید ندارید که قطعنامه 22-31 آمد، خط بطلان بر روی 7 قطعنامه فصل 7 کشید. این کار باور کردنی نبود. من الان خیلی از چیزا دارم تو ذهنم، نمیخوام اونا رو بیان کنم. کمتر کسی بود که باور کنه این قطعنامه ها برداشته میشه. این اراده ملت ایران، این تلاش و تدبیر در سایه امید ما را به ثمر رساند. البته مقام معظم رهبری تو همه اون مراحل ما رو هدایت کرد، ما رو حمایت کرد، ایناش جای بحث نیست. مردم در صحنه بودن، مردم در صحنه بودن. در وسط مذاکرات وزیر خارجه آمریکا به یکی از مقامات ما گفت من استقبال مردم اصفهان را از روحانی در تلویزیون دیدم و قدرت این دولت رو دیدم.
شما و استقبال مردم اصفهان در دولت یازدهم در میدان نقش جهان دنیا را تکون داد. البته بقیه استانها هم همین عظمت رو آفریدن. حالا اون چون در اون مقطع اصفهان بود من اسم میبرم. مردم در صحنه بودند، مردم حمایت کردند، مردم به خیابونها آمدند، مردم کف زدند در روزهای پیروزی و موفقیت. حالا یک کسی ممکنه به ما بگه که در تعامل سازنده شما اگر صد خواستید به صد نرسیدید، به 90 رسیدید، به 80 رسیدید. من میگم همیشه اینجوره. هیچ کس در تعامل با کشورهای جهان به صد نمیرسه. دنبال صد هست اما کمتر از صد میرسه، چون اون طرف مقابل هم دنبال صده، اونم که در برابر اون هرچی ما بگیم که تسلیم نیست، اونم دنبال منافع خودشه. امروز هم راه حل معضلات ما باز هم تعامل سازنده با جهانه. البته مقام معظم رهبری در آغاز دولت دوازدهم فرمودن تعامل گسترده سازنده با جهان. بله، تعامل وسیع، گسترده و سازنده با جهان، راهی غیر از این نداریم. سخت، البته مذاکره کار سختیه، مشکله. آدم که مذاکره نکنه بیاد اون کنار وایسه آسونه. این آسونترین کاره. آسونترین کار اینه که بگیم کاری نمیشه کرد، همینه. و سختترین کار اینه که ما بیایم تو میدان حرف بزنیم، مذاکره کنیم. توانمندیم، قدرت داریم، منطق داریم، استدلال داریم. خب تو اون شرایط، تو همون روزهای اولیه، تو همون ماهای اولیه، ملت و دولت با هدایت رهبری تونستیم کار عظیم و بزرگ رو انجام بدیم. حالا این که بعضی ها میگن برجام خاصیتش چی بود؟ دیگه حالا اینه واگذار میکنیم به آثار برجام که همه مردم دیدند. حالا گفتن این هواپیماهایی که شما گفتید کاغذیه، ولی 16 تا هواپیمای نو آمده تو ایرلاین ما داره کار میکنه. حالا کاغذیه یا نه دیگه، مسافرینی که سوار میشن از اونا باید ما بپرسیم. میلیاردها دلار سرمایه وارد کشور شد و یک حرکت عظیم و بزرگ ایجاد کرد. این که ما امروز میگیم پارس جنوبی تمام شد، این که ما امروز میگیم معادن ما این همه گسترش پیدا کرد، این که میگیم ریل و راه و بنادر ما حرکت کرد، این که ما میگیم صدهای ما و نیروگاه‌های ما در مسیر توسعه قرار گرفت، این که ما میگیم ده‌ها هزار تخت بیمارستانی به حرکت درآمد، این که ما میگیم مردم تونستن از پهنباند استفاده کنند برای اشتغالشون، برای ارتباطشون، برای زندگیشون، همه اینهایی که تو جامعه ما رخ داد و به حرکت درآمد، اگر تو شرایط جنگ اقتصادی همچنان میموندیم، در شرایط تحریم میموندیم، اینا بسیار سخت‌تر اجرا و عملیاتی میشد. خب در پارس جنوبی دیروز جشن گرفته شد برای 27 سکو در دریا، برای 27 فاز. در واقع همه فازهای ما سکوهای دریاییش امروز فعال هست. خب این در سایه چی بود؟ خیلی از همه این طرح‌ها نیمه کاره ریخته بود، خاک می‌خورد. من دیروز گفتم من تو این ایام 6 خودم رفتم عسلویه و آمدم. خب برجام باعث شد که اون قطعات رسید، کمپرسورا رسید،
قطعات مورد نیاز اونا که همه توی بنادر قفل بود و مونده بود. خب ما آمدیم یک پیشرفتی رو در کشور شاهد بودیم. این که من میگم کی میگه خوب میگه بد میگه، آمار سال 95 رشد اقتصادی ما چی بود؟ این دیگه خیلی روشنه. 12.5 رشد اقتصادی سال 95 ماست. تورم ما هم تک رقمی است. دیگه چیزی که نیست که ما جادو و جنبل که نیست که، رشد اقتصادی این هم تورمه، اونم اشتغال 790,000ه. یه اشتغال، اون تورم، اون سرمایه گذاری. بعد از 26 سال ما به تورم تک رقمی رسیدیم. بعد از 60 سال در صادرات و واردات غیر نفتی به تراز مثبت تجاری رسیدیم. اما طبیعی است ما وقتی با یک کشوری قراردادی می‌بندیم، تفاهمی می‌کنیم، توافقی می‌کنیم، این توافق و این تفاهم دوست باشه، دشمن باشه، دائمی نیست. توافق دائمی ما در تاریخ نداریم. کسی با کسی توافق کنه، هیچ وقت تغییر نکنه، هیچ وقت به هم نخوره. هم می‌خوره. دیگه از پیغمبر بالاتر که نداریم که. راجع به پیغمبر خداوند میگه هر پیمانی تو بستی در هر نوبت کفار شکستن پیمان تو رو. خب پیمان دو طرفه است، ما متعهدیم به پیمان، خب طرف مقابل میشکنه دیگه، در برابر پیغمبرم شکوندن. ما باید ببینیم اصل اون پیمان در اون زمان انجام میدادیم بهتر بود یا انجام نمیدادیم. حالا خاصیت و ثمرش ممکنه 2 سال باشه، 5 سال باشه یا 50 سال. خیلی روشن مسئله، خیلی پیچیده نیست. کار دیگری ما نمیتونیم انجام بدیم. البته همونطور که مقام معظم رهبری تأکید کردن، آدم نمیتونه اعتماد کنه، اونم اعتماد به غرب، اونم اعتماد به آمریکا. اعتماد مقوله دیگری هست، چیز دیگری هست. اما حرف زدن، مذاکره کردن، تفاهم کردن، توافق کردن، وقتی این پیشرفت رو ایران کرد، خب اونا نمیخواستن ما به اینجا برسیم. ارتجاع منطقه، صهیونیسم و تندای آمریکا. اول آمدن منطقه ما رو به هم ریختن. داعش از همون وقتی که ما مذاکره شروع کردیم تو سال 92، موصل تو اوائل 93 سقوط کرد دست داعش. فکر میکنم خرداد 93 بود سقوط کرد موصل. تو کشورهای همسایه ما چه وضعی پیش آمد؟ عراقش، سوریهش، لبنانش، حالا یمنش به یک شکلی دیگر، به یک صورت دیگر. خدا رحمت کنه سردار شهید سردار سلیمانی رو. چه تلاش ها، چه زحمت ها، چه فداکاری ها، چه ایثار ها، کار بزرگی انجام گرفت. اینا فکر نمی‌کردن تو این به هم ریختگی حالا ما بتونیم در مذاکره موفق شیم، به جایی برسیم. دیدن این تنهایی نمیتونه مذاکره ما رو به هم بزنه. وزیر خارجه عربستان بلند شد رفت ژنو. نخست وزیر اسرائیل پا شد رفت تو منطقه، تو اروپا. تلاش آوردن برای اینکه ما به توافق نرسیم. ما در سال 93 تمام میشد مذاکرات ما، به 94 نمیرسید. ما آذر 93 تمام بود. اینا آمدن نذاشتن. اینا آمدن با آمریکایی‌ها گفتن یکم صبر کنید، نفت ما میکنیم 30 دلار، این نفت 80 دلار، 85 دلار میکنیم 25 دلار، و ایران اون وقت ناچار میشه هر چی شما بگید قبول میکنه. الان توافق نکنید، تمام ابزار توافق، تمام متن توافق ما آماده بود، میبایست فردا صبح امضا میشد. یه دفعه شب با آخرین مشورت ها با واشنگتن اینو تاخیر انداختن.
افتاد عقب. چرا؟ برای اینکه فکر میکردن نمیگذارن این توافق حاصل شه. ببینید مردم بزرگ ایران، ما در شرایط داعش، ما در شرایط ناامنی منطقه، ما در شرایط فشار بر کشور ما در اون شرایط خاص منطقه‌ای، و ما با نفت 30 دلار نذاشتیم این تکانه‌ها ما رو تسلیم کنه، به هم بریزه کشور رو. تو اون شرایط ما رفتیم و به توافق رسیدیم. خب اینا رها که نکردن، بعد از توافق شروع کردن برای اینکه این توافق به هم بخوره. حالا خیلی حرفا هست که نه الان من میتونم بزنم و نه شاید سالها هم نتونم بزنم. چه کارها شد که توافق نشود؟ چه کارها شد بین تیر و دی؟ گفت بین الجمادی و رجب، بین تیر و دی چه حوادثی اتفاق افتاد که این توافق اجرایی نشه. حالا میگذاریم از اون بحثا، بحثای پیچیده و عجیب غریبیه، خیلی از مردم هم خبر ندارن، خیلی که یعنی اکثریت قاطع مردم، ممکنه یه عده از سیاسیون بدونن. خب حالا به هر حال ما عبور کردیم، گذشت، ما آمدیم در دولت بعدی، دولت دوازدهم. دولت دوازدهم دو مرتبه خر داغ میکردن ولی اونا بوی کباب شنیدن. دو مرتبه صهیونیستا، دو مرتبه ارتجاع عرب، بوی کباب به دماغشون رسید. گفتن نه، ایران الان داره به هم میریزه، مثل قبل دیگه نیست. دی 96 اولین علامت رو به اونها داد که میشه برجام رو به هم زد، که حالا نمیخوام به تفصیلش وارد شم. اسنادی که حالا دروغ و راست اسرائیلی ها آمدن و بردند و منتشر کردند و بردند پیش ترامپ و گفتند با این اسناد ما اگه منتشر کنیم دیگه چیزی باقی نمیمونه از برجام، تو بخوایی بمونی یا نمونی باید خارج چی. حالا اون اسنادم که راست و دروغش، تبلیغات و انتشارش، و اون هم گذشت. خود تندهای آمریکا هم که خب همیشه مخالف بودن با این توافق، خودش هم که تو تبلیغات انتخاباتی گفته بود این بدترین توافق هست قبل از اینکه پیروز بشه در انتخابات. خب همه اینا دست به دست هم داد، این توافق شکسته شد. خب ما اینجا دولت ما در کل، همه رسانه های ما یک نقص بزرگ داریم، یک نقص بزرگ داشتیم، و اون این که طوفانی که توسط دشمنان ما به وجود آمد، توطئه‌ای که دشمنان ما طراحی کردند، جنگی که بر ما تحمیل شد، بمب رو دشمن می‌ریخت سر مردم. وقتی کسی کشته می‌شد می‌گفتن دولت کجاست، نمی‌گفتن این بمب از طریق هواپیمای دشمن سر مردم ریخته شده. به جای اینکه فحش بدن به اون کسی که داره مردم بمباران میکنه، به اونها که میخواستن با همه تلاش از این کشور حراست کنن، به اونها حمله میشد. اینم توطئه اونا بود، اینم توطئه دشمن بود. رسانه های داخلی ما متاسفانه حریف توطئه رسانه های صهیونیستی نشدن. فشار بر دولت، انتظارات روز به روز افزوده شد. شاید هر دولت معمولی بود کمرش شکسته می شد در این فشار عظیمی که وارد شد. خب ما ناچار شدیم به هر حال در جنگ اقتصادی مسیر رو ادامه بدیم. همه دنیا می دونن که شرایط جنگ و صلح یکسان نیست. وقتی ما وارد یک جنگ میشیم،
اون هم جنگ اقتصادی، بندرهای ما بسته میشه، کشتی‌های ما حرکت نمی‌کنه، چاه‌های نفت ما بسته میشه، صادرات ما دچار مشکل میشه، شریان بانک‌های ما به طور کامل بسته میشه. تو اون شرایط سرمایه‌گذاری‌ها متوقف میشه، خب سخت میشه. وزیر نفت اینجا اعلام کرد، گفت در این دو سال خورده‌ای ما 100 میلیارد کمتر درآمد نفت داشتیم. من دقیق‌تر میگم 116 میلیارد دلار کمتر درآمد نفت داشتیم. خب وقتی شما در دو سال خورده‌ای 116 میلیارد دلار درآمد نفتی ندارید، معلومه به شما فشار وارد میشه. این دو تا چهار تاست، عرضه و تقاضا. وقتی دلار نمیرسه دلار گرون میشه، وقتی دلار گرون میشه اثر میذاره در بقیه اجناس، حالا چه مستقیم مؤثر باشه دلار چه غیر مستقیم فرق نمیکنه. شرایط خاصی بود. تو این شرایط انتظار این بود که همه میآمدن، حتی مخالفین دولت هم میآمدن، ما با شما مخالفیم اما الان جنگه. تو جنگ همه در کنار هم هستیم، دست به دست ما میدادن، میآمدن کنار ما. حالا این کار نمیکردن، لااقل تخریب متوقف میشد. این کار هم نمیکردن، لااقل تخریب های بزرگ متوقف میشد. ما میبایست دست به دست هم میدادیم. رهبری معظم انقلاب به من فرمودند شما فرمانده جنگ اقتصادی در کشور هستی. تا فرماندهی بودم بی سرباز، بی اسلحه. من یه بار دیگر هم تجربه فرماندهی کرده بودم. من سالها فرمانده پدافند هوایی کشور بودم. میدونم فرماندهی یعنی چه. من رئیس ستاد جنگ بودم سالها. میدونم یعنی جنگ. جنگ رو درک میکنم من. میدونستم یعنی چه جنگ اقتصادی. میبایست همه دست به دست هم میدادیم. حالا من در آخر صحبتم میگم همین امروز هم همه باید دست به دست هم بدیم. حالا دولت 13 پایان دولت 12 و اونها یه مسائل دیگری از شرایطی دیگری هست، من کار ندارم بشه. علی رغم این که مسیر ریال ما، مسیر دلار ما، فعالیت اقتصادی ما با فشار می‌خواستن متوقف بکنند، متوقف نشد. من نمونهش رو همین علی برکت الله میگم. این یه نمونه است. هر پنجشنبه طرح‌های عظیم و بزرگ رو در این کشور ما افتتاح کردیم در شرایط جنگ. حالا کرونا هم سر جای خودش. خب ما فشاری که در 97 به ما وارد شد، موجب تورم شد، موجب کاهش رشد شد، موجب رکود شد، فشار رو اشتغال آمد، توانستیم تو 98 شروع کنیم به جبران. شما همه آمار و ارقام نگاه کنید، از فصل اول سال 98 که ما عبور میکنیم، تورم شروع میکنه در مسیر کاهنده شدن. رشد اقتصادی ما شرایطش یکم بهتر میشه با اینکه منفیه، اما همینجور که آرام ما داشتیم میامدیم جلو که جبران بکنیم، علی رغم همه فشارها کرونا آمد. پایان بهمن، ورود کرونا به ایران و ما با یک مشکل عظیم مواجه شدیم در بهار 99. اصلا دیگه صادرات واردات همه چی دچار مشکل شد. این که شما میبینید امسال صادرات سه ماه اول ما، یعنی 1400، نسبت به سه ماه سال 99 69% صادرات بیشتر شده، به خاطر اینکه اونجا متوقف بود دیگه. ما یه دفعه 69% که نمیتونستیم بریم بالا، که به خاطر این بود که اون سه ماه نمیشد صادرات ما، واردات ما همش دچار مشکل بود. امسال ما در 4 اول بیش از 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم.
همون اندازه جدید یه خورده هم بیشتر واردات داشتیم. شرایط ما تغییر کرد به هر حال نسبت به پارسال. کرونا فشاری که به ما آورد 1.5 میلیون بیکار برای ما درست کرد. حداقل آمار و ارقام رسمی ما 1.1 دهم بیکار درست کرده برای ما. خب بیکاری، فشار، فشار بر مدافعین سلامت، بیمارستان، ترس، وحشت، گرفتاری و مال ایران هم نبود، همه دنیا. خب من از خدمت ملت ایران که میدونم چقدر تو این 3 سال و نیم زجر دیدن، سختی دیدن، من خواهش میکنم اقتصاددانها اینا رو باز کنن برای مردم. همین اقتصاددانهایی که تو سال 97 برای من نوشتن که پایان 97 تورم کشور 3 رقمی خواهد بود، همون اقتصاددانهایی که برای من نوشتن دیگر تا پایان دولت تو رشد اقتصادی رو نخواهی دید، و ما امسال رشد، یعنی 99 رو میگم پایان سال گذشته، رشد 3.6 دهم رو ما تجربه کردیم. پس همه آمدیم به میدان، همه کار کردیم. البته در برابر این فشار توان ما کمتر بود، من قبول دارم. در برابر فشاری که به مردم وارد شد، مشکلاتی که به مردم وارد شد، ما تونستیم بخشی از مشکلات رو جبران کنیم، بخش دیگر از این مشکلات باقی ماند. و الحمدلله در کرونا هم قولی که به مردم داده شده بود، من تشکر میکنم از همه اونهایی که تلاش کردن، از وزیر بهداشت، از وزیر کشور، از وزیر سمت، از بانک مرکزی، همه اینا تو کرونا تلاش کردن، وزیر خارجه، تا ما بتونیم تهیه کنیم، واکسن ها رو وارد بکنیم. کار عظیمی شد به هر حال. و در این حال ما با مشکل هنوز داریم، موج پنجم، سختی های فراوانی ما داریم. اینکه واکسن ما امروز داره به مرز 13 میلیون دوز تزریق میرسه، اینکه تا فردای پایان دولت ما به مرز نزدیک 14 میلیون میرسیم، این به معنای اینه که حالا چه تولید داخلی چه واردات واکسن از خارج، که حالا فرصت نیست من بخوام اینا رو توضیح بدم. به هر حال این کار در حد توان انجام گرفت. یه چیز البته برای من غیر منتظره بود. خیلی چیزا غیر منتظره ما داشتیم. فکر نمی کردیم ما 25 استان ما با هم در عرض یه هفته دچار سیل بشه. ما باور نمی کردیم. ما باور نمی کردیم صدهای خوزستان ما همه پر بشه و دچار مشکل بشیم در عرض چند روز. ما فکر نمی کردیم با یک زلزله عظیمی مواجه شیم، با اون همه تخریب. ما فکر نمی کردیم با کرونا مواجه شیم. دنیا هم فکر نمی کرد. شاید ما فکر نمی کردیم که به این راحتی آمریکایی‌ها برجام رو زیر پا بگذارن. همه اینها کم و بیش بود. بعضی چیزا آدم کمتر فکر می کرد، بعضی چیزا احتمال می داد. اما من فکر نمی کردم این روزهای پایانی دولت 12 با ادامه جنگ اقتصادی پایان بپذیره. این که من میگم نه خوش خیال باشم، نه تو این زمینه فکر نکرده باشم، همه چیز تو ذهن من هست با دقت، با تمام چارچوب هایی که مقام معظم رهبری تعیین کردن، همه اون چارچوب ها مد نظر ما هست، طبق اون هم ما حرکت میکردیم. فکر نمیکردم به هر حال. من فکر میکردم ما پایان دولت با پایان جنگ اقتصادی و مهار کرونا، و این رو قبلا من گفته بودم، به دولت بعدی قدرت رو میسپاریم. خب حالا به هر حال اون چه من میتونم خدمت مردم عزیز ایران بگم اینه که بینی و بین الله دولت کوتاهی نکرده. من هیچ وزیری رو انتخاب نکردم، هیچ وزیری در دولت 11 و 12 و هیچ معاونی، به خاطر توصیه فرد، به خاطر توصیه جناح، یا به خاطر رفاقت.
هر که را برگزیدم بر مبنای اون بوده که من احساس کردم این فرد لیاقت داره. خدا رو گواه میگیرم بر این امر، یک نفر رو، تمام وزرا معاونینشون که من پیشنهاد کردن، یک نفر رو بر مبنای رفاقت، نه مخالفت کردم نه موافقت، پرسیدم، به دفتر گفتم برید رسیدگی کنید، بررسی کنید، اگر این خوبه با افراد صالح مشورت کنید. به من گفتن خوبه، امضا کردم. گفتم اگر به من گفتن ایراد داره، به وزیر گفتم فرد دیگر معرفی. هیچ وقت من به هیچ وزیری نگفتم این فرد بشود معاون، اگر هست اون وزیر الان بلند شه بگه. به هیچ وزیری من دستور ندادم که این فرد بشه مدیر کل. نه، طبق وظایف خودشون عمل کردم، منم طبق وظایف خودم کار خودم رو انجام دادم. هیچ مورد نبوده جایی که اکثریت قاطع دولت من یا شوراهایی که من بر او ریاست داشتم، اکثریت قاطع نظری بده، ولو اینکه با نظر شخص من 100% مخالف بوده، من تبعیت نکنم. من این کار رو کردم. من تابع خرد جمعی بودم، به مردم این وعده دادم، به این وعدم عمل کردم. گاهی من نظر دیگه داشتم، ولی وقتی می دیدم توی یک جلسه که 15 نفر 20 نفر هستن، اکثریت قاطعشون یک نظر واحد دارن، اونام کارشناسن، اونام متخصصن، اونام فکر کردن به هر حال توی این مسئله، من تسلیم شدم. گفتم هم تو جلسه من نظرم این نیست، ولی خب چون شما اکثر، اگر یک در دولت یک اجماعی بوده، ولی اینکه من مخالف بودم، گفتم خب نظر شماست. حتی در دولت من مراعات میکردم کمتر در آغاز رأی دستم کم، خیلی استثناء دستم بلند میکردم، میگفتم من دستم بلند نکنم تا وزیر آزاد باشه، راحت تر بتونه نظر مخالف و موافقش رو بگه. این عهد ما با مردم بوده، ما در حد توان به عهدمون وفا کردیم. بسیاری از پروژه ها رو من این روزها دلم میخواست علی برکت الله رو بگم و نشد، یک کم تأخیر افتاد. احیای دریاچه ارومیه یکی دو سه ماه عقب افتاد. البته کارهای عظیم و درست انجام گرفته، سدش انجام گرفته، تونلش 35 کیلومتر انجام گرفته، 600 متر از این تونل 36 کیلومتری تقریبا 600 متر باقی مونده. تمام آبهایی که از تبریز و ارومیه باید وارد دریاچه بشه، کاراش انجام گرفته. یکی دو هفته دیگر اینا طرحهایی بوده، آماده بوده. بسیاری از طرحهای راه آهن 2 هفته، 3 هفته، 2 ماه، 3 ماه دیگه آماده افتتاح کارهای عظیم و بزرگی بوده. من دلم می‌خواست اون راه آهن‌ها رو افتتاح کنم، اما همه تلاشمون رو تا ساعت آخر، تا روز آخر، حتی امروز، حتی تا فردا، ساعتی که دولت تحویل دولت 13 داده میشه، ما تلاشمون رو انجام بدیم و انجام دادیم. افتخارات بزرگی ملت ایران و دولت ایران و مسئولین انجام دادند که فراموش ناشدنی است. در بخش سلامت، در بخش تحول بزرگ، در اقتصاد دیجیتال، در شرکت‌های دانش بنیان، در فضای مجازی، در زمینه انرژی، در خودکفایی‌ها، در بخش کشاورزی، کارهای بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته در تاریخ کشور ما. و من افتخار می‌کنم آب به اعماق کویر شرق ایران رسید، من افتخار می‌کنم نفت به دریای عمان رسید برای صادرات، من افتخار میکنم پالایشگاه‌های بزرگ ساخته شد. من تشکر میکنم از تمام وزرا، از تمام معاونین، از معاون اولم، از تمام استاندارها، از همه فرماندارها، از همه بخشدارها، از تمام معاونین وزرا، از همه مدیرکلها، از همه اونهایی که خدمت کردن در این ایام. تواضع میکنم در برابرشون. اونها خدمت رو انجام دادن، اونها بار سنگین بر دوش داشتن. میدونم به اینها چقدر سخت گذشت. ملت ایران، من خدا رو گواه میگیرم جمعه ای نبوده با وزیری تماس بگیرم و وزیر مشغول کار و فعالیت نباشه.
و بگه من امروز جمعه هستم، مشغول استراحتم، مشغول تفریحم. همه وزرا، همه مسئولین شبانه روز تلاش کردن و کار کردن برای رضای خدا، برای خدمت به مردم. خدمت به ملت افتخار، مخصوصا ملت ایران. خدمت به کشور افتخار، مخصوصا کشوری مثل ایران. خدمت به فرهنگ افتخار، مخصوصا فرهنگی مثل اسلام. خدمت به مظلومین و محرومین افتخار، خدمت به بیماران افتخار، خدمت به دانش آموزان و دانشجویان افتخار، مخصوصا عزیزانی که در این سرزمین تلاش کردند. آخرین کلام من اینه، قول دادم به زنان جامعه، به جوانان جامعه، به اقوام جامعه، به روستاییان که عدالت را برقرار کنم. در حد توانم این کار رو کردم. آمار و ارقام نشان می‌دهد نسبت به اشتغال زنان، مدیریت زنان، حضور جوانان، مخصوصاً خانواده‌های شهدا و فرزندان ایثارگر و شاهد که همین اواخر دستور استخدام اونها رو من دادم، و اقوام و اقلیت‌ها و مذاهب و مخصوصاً روستاییان، خدمات فراوانی که به روستاییان در آب و برق و گاز و کلمه آخر این که برای اونهایی که کم مصرف بودن، مخصوصا روستاییان، آب، برق، گاز مجانی شد به عنوان یک افتخار بی‌نظیر در تاریخ دولت دوازدهم. خداوند به همه شما اجر بده، به ملت بزرگ ما عظمت بده، ما همه بتونیم خادم مردم باشیم و همه ما در خدمت دولت بعد و دولت سیزدهم برای حمایت و کمک خواهیم بود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی متشکریم از ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی.